در این ویدیو آموزشی می‌خوایم با هم دابل چاکلت کیک درست بکنیم با آلبالو. برای این کار اولین کاری که باید بکنیم اینه که مواد خشکمون رو برای کیک با هم قاطی بکنیم که شامل آرد، پودر کاکائو، شکر و بعد بیکینگ پودر و جوش شیرین و نمک و من یک کوچولو بهش پودر نسپرسو هم زدم. پودر قهوه هم میتونید بزنید و میگم نمک. اینا رو کاملا با هم مخلوط میکنیم توی یک کاسه و میذاریمشون کنار. الان قسمت مواد خیسمون رو باید درست بکنیم. اول روغنمون رو میریزیم، بعد بهش تخم مرغامون رو اضافه میکنیم. توی مواد خیسمون خامه ترش داریم، اون رو هم اضافه میکنیم و با همزن دستی اون رو کاملا میزنیم که یه دست بشه. با همزن برقی یا دستی هم میتونید این کار بکنیم، من با برقی کردم. بهش عصاره وانیلمونم اضافه میکنیم. برای این کیک باید باتر میلک داشته باشیم که من تو ایران ندیدم. باتر میلک تشکیل شده از یک ماده اسیدی که من لیمو ترش استفاده کردم با شیر پرچرب. اینو با هم قاطی میکنیم و میذاریم کنار، یکم که بمونه یکم غلیظ میشه. از اون باید حدود 1/2 کاپ به ما مواد خیسمون اضافه بکنیم. دوباره با همزن برقی میزنیم و تا یه دست بشه. بعد برای این کیک یه کوچولو ما قهوه نیاز داریم، قهوه که در آب قشنگ حل شده باشه که بعدم باید بهش اضافه بکنیم. توی این فاصله که قهوه‌مون قشنگ حل بشه، مواد خیس و مواد خشکمون رو با هم قاطی می‌کنیم و بعد بهش اون قهوه‌مون رو هم که در آب حل کردیم اضافه می‌کنیم. موادمون رو باید داخل قالب بریزیم. این کیک از اونجایی که کیک فوق‌العاده لطیفیه، حتما از کاغذ روغنی یا کاغذ مخصوص قنادی استفاده کنید و حتما هم چربش بکنید. من قالب دوتا یه اندازه نداشتم، بنابراین یه قالبم رو اول موادم رو نصف کردم و داخلش ریختم و داخل فر گذاشتم. فر حدودا 180 درجه حدود 30-35 دقیقه تا وقتی که کاملا پخته بشه و اگر امتحان میکنید خلال دندونتون تمیز بیاد بیرون. اولین کیکمون آماده شده. من قالب رو جدا میکنم و دوباره قالب رو تمیز میکنم و طبقه دوم کیک رو دوباره میریزم توش و میذارم داخل فر. توی این مدت که حالا این کیک های اسفنجی ما خنک بشه، من باید موس شکلات رو درست کنم. برای درست کردن موس شکلات اول پودر کاکائومون رو با آب جوش کاملا مخلوط میکنیم که یک دست بشه و این یه مایعه، یعنی سفتم نیست. بعد توی یه قابلمه کوچیک شکلات هامون رو با هم دیگه قاطی میکنیم و روی حرارت کم میذاریم آب بشه. اگر مایکروفر دارین داخل مایکروفر هم میتونید این کار بکنید. باید کاملا شکلات هامون مایع بشه. حالا میتونید از مخلوط شکلات تلخ و شکلات شیری استفاده کنید، مثل کاری که من کردم. بعد اون شکلات آب شده رو با پودر کاکائو و آب جوشی که از قبل درست کردیم مخلوط میکنیم. کم کم این مواد خودش رو میگیره و سفت میشه. بعد من اینجا از خامه قنادی استفاده کردم. خامه قنادی خودش یکم شکر داره و شیرینه. کاملا میزنینش که فرم پیدا بکنه. این حدود 8 دقیقه طول میکشه. من بهش عصاره وانیل یکم اضافه کردم و بعد از اینکه اونو کاملا با دستگاه زدیم، بعد بهش اون شکلاتی که درست کردیم رو اضافه میکنیم. اینجا دیگه لازم نیست با همزن برقی بزنیم، با لیسک کاملا اینو با هم دیگه مخلوط کنید تا یه دست بشه و همه جای خامه شکلاتی بشه. اینو یه روز زودتر هم میتونید درست کنید. داخل یخچال میذاریم تا کیکمون کاملا خنک بشه. من از آلبالوی یخ زده استفاده کردم، بهش یه کوچولو شکر زدم و گذاشتم روی حرارت کم به مدت 5 دقیقه. فقط یه کوچولو این شکر داخلش کاملا حل بشه و بعد میذاریم اونم خنک بشه. الان کیکامو خنک شده، موس شکلات رو در میاریم. به اندازه‌ای که دوست دارید اول روی طبقه اول کاملا موس رو پخش میکنیم، بعد توی این مرحله آلبالوهای خنک شدهمون رو آبش رو میگیریم
و اون رو هم روی طبقه اول کیک کاملا پخش میکنیم. اگر آلبالو ندارید از توت فرنگی هم میتونید استفاده کنید، از هر نوع بری میتونید استفاده بکنید. دومین طبقه رو روی اولین طبقه میذاریم و یک کوچولو فشار میدیم که بهش بچسبه و بعد بقیه موس شکلاتمون رو روش میریزیم. وسط که بریزید قشنگ میتونید اینو مدیریت کنید و همینجور یواش یواش به دورش همینجور بکشید و بعد به دیواره ها. توی این مرحله میذاریم کیکمون خنک خنک بشه. من الان خواهم گاناچ شکلات درست کنم. برای گاناچ شکلات شما فقط خامه نیاز داریم و شکلات. خامتون رو داغ داغ بکنید به حدی که مایه بشه. اصلا این خامه های صبحانه میتونید استفاده بکنید و بعد توی ظرف تمیزی که شکلاتتون رو ریختین این خامه رو بریزید. بذارید یکی دو دقیقه خامه با شکلات قشنگ بمونه. بعد با ویسک یا همزن دستی کاملا اینو بزنید که یک دست بشه. روی شکلات، یعنی کیک شکلاتیتون که سرد شده، این گاناچ رو بریزید و حتما باید کیکتون سرد شده باشه و توی یخچال باشه و بذارید خودش رو بگیره. موقع سرو از پودر شکلات استفاده بکنید. اگر دوست دارید از میوه هم میتونید روش استفاده بکنید. نوش جان.